خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. بعد از مدت ها میخوام با هم باشیم. یک اساسنامه و مرامنامه آماده کردم برای ایرانیان و مقیم فنلاند، ولی این واقعیت یک توضیح کوچولو در موردش بدم، چون این به اصطلاح استارت یک برنامه است و احتیاج به همکاری و همفکری تعداد زیادی از انسان ها داره. از همونطور که از متن اگر نگاه بکنید میبینید که غلطهای املایی و انشایی فراوانی داره و وقتی هم توضیح بدم میرسیم به اون جایی که میبینیم در خود چارچوب اون اساسنامه احتیاج به تغییرات محتوایی و تغییرات اساسی وجود داره. بالاخره این یک پیشنویس است و این پیشنویس رو من تقریبا از اساسنامه و مرامنامه اون مجمع دانشجویان مهاباد و بعد کانون دانشجویان دانشگاه تبریز در آوردم و واقعیت چون هر دوتا اساسنامه رو من نقش داشتم در درست کردنش، از اون چک نویس هایی که برام مونده بود در آوردم، چون واقعیت اینه که نه اساسنامه و نه مرامنامه، نه کانون، نه مجمع دانشجویان مهاباد رو من ندارم. من وقتی که وارد از کشور خارج شدم این مدارک متاسفانه از بین رفته، اون چیزایی که در دست من بوده، و امیدوارم اگه کسانی دارن ارائه بدن که بتونیم اونا رو هم برای حفظ در تاریخ داشته باشیم. به هر حال من روخانی میکنم از این اساسنامه و مرامنامه، و قبل از اینکه روخانی بکنم یک توضیح کوچولو بدم که چرا و به چه دلیلی من این اساسنامه و مرامنامه رو پیشنهاد دادم. مدتی هست که دارم اعتراضات بعد از انقلاب 57 رو بررسی میکنم و یکی از دلایلی که باعث میشه که ما نتونیم با وجود مخالفت شدیدی که با جمهوری اسلامی وجود داره نتونیم جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم و نتونیم دولت دموکراتیکی رو در ایران به وجود بیاریم، یکی از دلایلی که وجود داره اینه که ما نمیتوانیم رهبر مشخصی رو پیدا بکنیم و این رهبر مشخص رو نمیتونیم به نمایندگی از خودمون به عنوان رهبر انتخاب بکنیم و همه پشت سر اون وایسیم. واقعیت اینه که پیدا کردن یک رهبر باعث میشه که اون رهبر به شکل یک رهبر کاریزماتیک در بیاد و رهبر کاریزماتیک اتوماتیک خیلی از اون خواستهای دموکراتیک رو زیر سوال میبره. این که مثلا این رهبر به تنهایی بتواند تصمیمات بزرگی رو بگیره و قدرت و به اصطلاح اون اعتبار رو داشته باشه که بتونه این تصمیمات رو بگیره بدون اینکه شخصیت شخص خودش به عنوان یک رهبر کاریزماتیک تأثیری در آینده داشته باشه، چیزی بوده که باعث شده من اساسنامه و مرامنامه رو آماده بکنم. در این اساسنامه و مرامنامه نیت اساسی اینه که بتونیم اگر برامون امکان پذیر باشه یک شورایی رو تشکیل بدیم که این شورا نمایندگی بکنه ما رو در مجامع بین المللی و مجامع داخلی و بین مردم خود داخل کشور، و حداقلش اینه که ما ایرانی ها رو در کشورهایی که درش مقیم هستیم، در جاهایی که داریم باش کار میکنیم، اونجا بتونه ما رو راهنمایی و رهبری بکنه. من بیشتر دوست داشتم اینو در تشکیلات کردی به اصطلاح به حرکت در بیارم و سعی میکنم این رو اتفاقا پیش ببرم در کارهایی که دارم میکنم با گروهایی از اکرادی که داریم کار میکنیم، با دوستان کردی که داریم کار میکنیم، و این رو به صورت یک به اصطلاح تشکل صنفی عقیدتی به اصطلاح اقلیتی در بیاریم. برای همین در قسمت مرامنامه یه مقدار به اون مسئله اقلیت بودن و مقیم فنلاند بودن بیشتر پرداختم. این برای هر موقعیتی باید این قسمت ها تغییر پیدا بکنه اتوماتیک، یعنی چیزی که برای فنلاند مناسبه احتمالاً برای سوئد مناسب نباشه و باید تغییر پیدا بکنه. چیزی که برای اقلیت کرد ممکنه مناسب باشه برای اقلیت بلوچ ممکنه مناسب نباشه و باید در این قسمت مثلا تغییراتی داده بشه. من از تمام کسانی که ازش استفاده خواهند کرد تقاضا دارم که تغییراتشون رو برای ما هم بفرستن که ما اینو به صورت آرشیو داشته باشیم که در کجاها این اساسنامه به چه شیوهی تغییر پیدا کرده، شاید دیگران بتوانند از اون تغییرات استفاده های بهتری بکنن. به هر حال این اساسنامه پر است از غلط املایی، انشایی، گرامری و قانونی و باید تمام اینا تغییر پیدا بکنه. میرم سر مرامنامه.
میگه بدون شک زیباترین حرکت انسان شناسایی حق خود و تلاش قانونمند در به دست آوردن آن حق است. هر گروه از اجتماع بنابر خصوصیت مشترک خود یک سری حقوق مشترک دارد. ببینید بحث اساسی این است که ما اولا خودمان را صاحب حق بدانیم. ببینید وقتی که ما وارد فلان میشیم یا جامعه خودمون رو تغییر دادیم، وارد یک جامعه دیگه میشیم، تقریبا خواسته یا ناخواسته ما شهروند درجه دو خودمون رو تلقی میکنیم، به دلیل اینکه ما نه اون هزینه پدران اونها رو پرداخت کردیم. مثلا الان ما که در فلان زندگی میکنیم، نه در جنگ استقلال فنلاند شرکت کردیم، نه در جنگ جهانی دوم مثلا در جنگی که فنلاند با روسیه داشته شرکت کردیم، نه در تصمیمات کلیدی که این ملت گرفته نقش داشتیم، نه به اصطلاح تونستیم که تمام زندگیمون رو مثلا مالیات داده باشیم بگیم این کشور رو ساختیم. کار خاصی نکردیم، ولی بر اساس قانون فنلاند چون ما سیتیزن کشور فنلاند هستیم، با کسی که پدرانش هم در این کشور عرق ریخته، خونش جاری شده و این کشور رو ساخته، تقریبا دارای حق استفاده مشاه هستیم از این کشور و از قوانین این کشور. ولی ما یک سری به اصطلاح خصوصیات مشترکی داریم. این خصوصیات مشترک خصوصیاتی هستن که فقط متعلق به مای مهاجر ایرانی هست. مثلا مهاجر سوری این چیزها رو ممکنه درک نکنه. مثلا میگم برای عید نوروز ممکن است که ما کردها و ایرانی‌ها و چند تا از اقوام مثلا افغان‌ها و فلان و بهمان بتوانیم دور یک میز جمع بشیم، ولی با اعراب دور این میز نمیتوانیم جمع بشیم، در صورتی که ما هممون داره سیتیزن فنلاند هستیم. پس یکی از چیزهایی که باید پیگیرش باشیم و بتوانیم با اون خودمون رو هم جدا بکنیم از دیگران که بتوانیم هویت خودمون رو تشکیل بدیم، و همین تفاوتی که به ما اجازه میده که هویت مستقلی برای خودمون تشکیل بدیم، باعث میشه که ما از اون هویت مشترک هم یک فاصله داشته باشیم. به هر حال ما به صورت یک اقلیت دارای یک سری حقوق هستیم و دارای یک سری کاراکترها هستیم، یک سری چیزها هستیم که باید اینها رو هم حفظ بکنیم و هم اینها رو بتونیم توسعه بدیم. اقلیت ها نیز از این اصل مستثنا سیزن. اقلیت ها به صرف اقلیت بودن دارای حقوق و مشکلات مشترکی هستند. دستیابی به این حقوق و تلاش گروهی جهت رفع این مشکلات زمینه ساز تشکیل نهادی در فنلاند شد به نام شورای نمایندگی ایرانیان مقیم فنلاند. همانطور که از نام شورا پیداست، شورا یک تشکل صنفی مستقل است، در جهت رفع مشکلات صنفی تلاش میکند. ببینید بحث صنفی، بحث طبقاتی، نمیدونم یه جوری باید اینو تقسیم کرد. حالا اینو شما از من بیشتر متفکرتر، به زبان آشناتر، به قانون آشناتر، اینو باید تغییر داد احتمالا، یا اینکه به این شکل بماند، نمیدانم. حالا دوستان چجور نظری دارن، دوست داشتم که بحث مجادله‌ای باشه، بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم در این رابطه. کسانی اگر میخوام مجادله‌ای بکنن، من حاضر هستم با همدیگه بشینیم صحبت بکنیم. با توجه به اختلاف سلیقه‌ها و برداشت‌ها، طیف گسترده تفکرات موجود، تشکلی مستقل در تاست کنار سایر تشکل‌های موجود را با برداشت‌های مستقل و دموکراتیک لازم دیدیم. ببینید ما احزاب مختلفی داریم، از طیف راست دیندار گرفته تا طیف چپ کمونیست، همشون هم ایرانی هستن. حالا در اون جغرافیا، ببینید بحث ایران رو من اون جغرافی سیاسی صحبت میکنم که بالاخره به ما پاسپورت ایرانی میده و ما رو شناسنامه ایرانی برامون صادر کرده. حالا ممکنه بعضیا خودشون رو ایرانی ننشناسن، بعضی هم ممکنه خودشون رو فراتر بشناسن و جهان وطنی فکر بکنن، ولی به هر حال ما داشتن اون شناسنامه ایرانی و اون پاسپورت ایرانی رو دلیل بر این میدونیم که خب ایرانی ها داره یک اقلیت اتنیکی هستن، یک اقلیتی هستن که حداقلش بر اساس پاسپورت و شناسنامه ایرانی میتوانند تقسیم بشن، و اونها چون طیف گسترده‌ای از انسان‌ها رو تشکیل میدن، دیدگاه‌های مختلفی دارن و این دیدگاه‌های مختلف باید نمایندگی بشه، و شما نمیتوانید مثلا دیدگاهی رو که در اقلیت وجود داره رو بخواید از بین ببرید، چه بسا اون دیدگاه اقلیت روزی اکثریت بشه. بسیاری از تفکراتی که امروز ما داریم زمانی اقلیت بوده و تعداد کمی از افراد باور داشتن بهش. از بدیهیات علمی صحبت میکنم، از
قوانین مثلا فیزیکی صحبت میکنم، در مثلا در ستاره شناسی بیشتر تاریخ بشر، بشر زمین رو مرکز کائنات میدانست، ولی خب کپلر به این نتیجه رسوند که ما مرکز کائنات نیستیم. به هر حال منظورم اینه که ما باید در این شورایی که تشکیل میدیم برای آینده فکر این رو داشته باشیم که حداقل هایی که در اونجا وجود دارن نمایندگی بشن و بتونیم بهشون امکان رشد رو بدیم، چه بسا در آینده اونها اکثریتی رو تشکیل بدن و جامعه جهانی و ما رو، حداقل ما خودمون رو عضو این تشکل رو، عضو این اتنیک رو، عضو این گروه اقلیت رو حداقل به سعادت واقعی برسونه. حالا سعادت واقعی، من سعادت اخروی یا دنیوی رو هیچ کدومشون رو نمیبینم، که فکر میکنم یک بالانس بین این دو سعادت میتواند سعادت واقعی باشد. برحال شورا تلاش دارد برای دفاع از حقوق مشترک تمامی ایرانیان و مقیم فنلاند بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی و فکری آنها بکوشد. ببینید شما در این تشکلی که ارائه میشه، شما با صرف این که هر دیدگاهی داشته باشید، دیدگاهتون در اونجا به احترام خواهد بود و تمام اون ساپورتی رو که لازم باید داشته باشه، که در آینده توضیح میدم که این چجور باید ساپورت بکنه، چون دیدگاهی که من دارم اینه که این تشکل باید بتونه از لحاظ اقتصادی کمک بکنه به تفکر، به رشد و توسعه این اقلیت، مثلا بتونه دانشگاه براشون تأمین بکنه، بتونه بورسشون بکنه، بتونه براشون کار پیدا بکنه، بتونه براشون مثلا چطور بگم کمک هزینه بگیره، بتونه براشون وام تهیه بکنه، خیلی چیزا بتونه یک به اصطلاح شرکت های چند ملیتی براشون درست بکنه که اینا به صرف عضویت در این بتونن در اونجا فعال باشن. شورا متعلق به تمام ایرانیان است، بر اساس اساسنامه آن راهی برای فعالیت تمام افراد در عموم صنفی، در امور صنفی است. امید است که به تمام در رسیدگی به رسیدن به اهداف خود موفق باشد. پیشنویس اساسنامه شورای ایرانیان و مقیم فنلاند. کلیات و اهداف. ماده یک، شورا نمایندگی ایرانیان نام تشکل شورای نمایندگی ایرانیان مقیم فنلاند است. تشکلی از صنفی در رابطه با مشاوره یا کمک به رفع مشکلات ایرانیان مقیم فنلاند فعالیت خواهد کرد. و در این اساسنامه اختصارا شورا نامیده می شود. ببینید اینجا دو تا چیز رو من اینجا اشاره کردم، توضیح میدم به این دلیل که شما دیدگاه فکری منو به چه دلیل اینا رو نوشتم بدانید، و اگر در آینده خواستید تغییری بدید بدانید که به چه دلیل این کلمات اینجا به کار برده شده. گفتیم بالا که یک تشکر صنفیه، حالا چجور شما چجور میخواد اینو تغییر چیز بدید، میخواد اون صنف رو قومی بنویسید، میتوانید این رو طبقه‌ای بنویسید، چه به چه شکل شما کلمه‌ای رو میخواید به کار ببرید. از دو راه میخواد به اعضای خودش کمک بکنه، یکی اینکه مشاوره بده، مشاوره، نه اینکه خود یه نفر بلندشه بگی من مشاورم. در اون قسمت هایی که باید مشاوره بده، باید بتواند کمیسیون های تخصصی داشته باشد. مثلا وقتی که میخواد مشاوره اقتصادی بده، باید از اقتصاددان ها کمیسیونی رو تشکیل داده باشه که این اقتصاددان ها بتوانند به دیگران تفکر و مشورت اقتصادی بدن. من این کاره نمیتوانم باشم، چون من مثلا شخصا خودم از لحاظ اقتصاد شخصی خودم رو نمیتونم درست حسابی مدیریت بکنم که بخوام به شما مشاوره اقتصادی بدم. مثلا اگر قرار باشه مشاوره پزشکی بده، باید پزشک اونجا باشه که بخواد مشاوره پزشکی بده. این که مثلا هر کسی که در اون شورا مثلا از هیئت مدیره بود بخواد جلد مثلا مشاوره بده، این رو اینجا پیش بینی نکرده. و دوم، قسمت دومش، و یا اینکه کمک بکنه به رفع مشکلات ایرانیان. مثلا ممکنه ایرانیان مقیم فنلاند مشکل اقامت داشته باشن، مشکل مهاجرت داشته باشن به کشور خودشون، بازگشت به کشور خودشون. خیلی ها هستن اینجا پناهنده سیاسی هستن و توان برگشتن رو ندارن، مشکل سیاسی دارن. بتوان آیا میتوان این رو حل کرد؟ آیا میتوان مشکل کسایی که تقاضای پناهندگی دارن رو حل کرد؟ کمکشون کرد که پناهندگی بگیرن؟ میشه مثلا یک کمیسیون تخصصی مثلا حقوقی داشته باشیم به کسانی که تقاضای پناهندگی دارن کمک میکنن، مثلا میگم برای نمونه.
به هر حال در دو حالت میخواد کمک بکنه، یکی اینکه مشاوره بده، دوم اینکه اگر قرار باشه مثلا کمیسیون تخصصیش توانایی کمک کردن رو داشته باشه کمک بکنه. مثلا شاید اگه ما شاید در آینده اینقدر سرمایه نهفته داشته باشیم که بخواد وام بده به تفکرات اقتصادی، خب اینجا کمیسیون اقتصادی باید باشد که بتواند این رو هماهنگ بکند و بتواند کمک بکند در این رابطه. ماده دو، محل شورا، مرکز اصلی شورا در هلسینکی قرار داد. چون این برای فنلاند درست شده، مرکز اصلیش باید در هلسینکی باشه، پایتخت فنلاند. تابعیت، شورا تابعیت فنلاند را دارد و اعضای وابسته با آن الزام خود را به قانون اساسی فنلاند و قوانین جاری کشور فنلاند اعلام می‌دارند. ببینید این شورا به دلیل اینکه در هلسینکی قرار داره و این شورا به دلیل اینکه شورای ایرانیان مقیم فنلاند هستش، باید تابعیت فنلاند رو داشته باشه، چون این بر اساس حقوق فنلاند ثبت خواهد شد. اگر قرار باشه مثلا بر اساس حقوق سوئد تغییر پیدا بکنه، این باید تابعیت به سوئد رو داشته باشه و التزام به قانون سوئد رو داشته باشه، چون تمام اعضایی که عضو این شورا هستن مقیم فنلاند هستن، حداقل در فنلاند زندگی میکنن، ایرانی هستن و اینا مجبورن که به قوانین جاری فنلاند التزام داشته باشن و باید مثلا مالیات بدن، مثلا بر اساس قوانین فنلاند حق ندارن بچه‌شونو کتک بزنن، مثلا میگم مثلا آموزش زبان مادری در اینجا قانونی هست، کسی نمیتونه شما رو منع بکنه به دلیل اینکه زبان مادریتون مثلا چیز دیگه ایه، به شما فشار بیاره که حتما باید زبان فارسی بخونید به دلیل اینکه شما فارس هست، شما ایرانی هستید. برحال قوانین بر اساس قوانین کشور فنلاند هستش، چون این شورا شورایی که در کشور فنلاند فعالیت میکنه. مدت فعالیت شورا از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل گردید. ماده 5، اهداف شورا، تلاش برای احقاق حقوق صنفی ایرانیان مقیم فنلاند بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی، دینی و فکری بین آنها از طرق قانونی توسط خود ایرانیان مقیم فنلاند. یعنی اینکه ما خود ایرانی ها بیان اینجا مشکلات خودشون رو کشف بکنن، چون اول باید خودت مشکلت رو بدانی، بعد از اینکه مشکلت رو دانستی میتوانی مشکل رو سعی بکنی که ببخشید رفع بکنی و از طرق قانونی هم باید این کار رو بکنی. یعنی که قرار نیست ما برای رسیدن به یک حقی عملیات مسلحانه انجام بدیم، قرار نیست ما هیچ گروه نمیدونم بزن بهادر و چماقداری تشکیل بدیم، ما قرار نیست که هیچ حرکت تهاجمی رو تشکیل بدیم، هیچ حرکتی رو که طبق قوانین فنلاند مجاز نیست نمیتوانیم انجام بدیم. می توانیم در فنلاند تقاضا راهپیمایی بکنیم بر اساس قوانین فنلاند، می توانیم در فنلاند تأسیس شرکت داشته باشیم بر اساس قوانین فنلاند، یعنی ما باید تابع قوانین اون کشوری باشیم که درش حضور داریم. شرایط نحوه عضویت، ماده 6، شرایط عضویت عبارتند از پذیرش اساسنامه، تابعیت ایران، زندگی در فنلاند، پرداخت حق عضویت. ببینید شما باید اولا این اساسنامه رو قبول داشته باشید، قبول نداشته باشید که خب نمیتونید عضوش باشید، شما باید عضو تشکیلاتی که هستید اساسنامه‌اش رو قبول بکنید. بعد از اینکه قبولش کردید، شما تابعیت ایران رو باید داشته باشید که ایرانی محسوب بشید که بخواید جز جامعه ایرانیان مقیم فنلاند باشید و در فنلاند مقیم باشید، یعنی در فنلاند زندگی بکنید که مقیم فنلاند باشید. شما مثلا اگه سوئدی باشید، ایرانی مقیم سوئد باشید، نمیتوانید تابعیت شورای ایرانیان مقیم فنلاند رو داشته باشید، شما باید تابعیت فنلاند رو داشته باشید. پرداخت حق عضویت هم باید باشه، یعنی کسی که میخواد عضو تشکیلاتی باشه باید بخواد در اون تشکیلات هزینه‌اش رو هم پرداخت بکنه. یعنی در حالا من اینا رو بعداً جزء آیین نامه ها فکر کردم، مثلا باید حتما در مراسمات شرکت بکنه، در انتخابات شرکت بکنه، بالاخره باید عضو فعالی باشه. ما هزاران ایرانی داریم که اصلا فعالیت سیاسی اجتماعی هم نمی کنن و حق خودشون رو دوست ندارن فعالیت سیاسی اقتصادی اجتماعی بکنه، ولی کسایی که میخوان فعالیت سیاسی بکنن حداقل باید حق عضویت رو بپردازن. ارکان شورا عبارتند از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان. ببینید من سه تا پیش بینی اینجا، سه تا چیزو پیش بینی کردم، سه تا رکن اساسی. رکن اساسی مجمع عمومی برمیگرده به تمام اعضای این تشکل باید در مجمع عمومی میتوانند شرکت بکنن، باید شرکت بکنن به اصطلاح،
و در اونجا میتونن رأی بدن، نماینده ها رو انتخاب بکنن، هیئت مدیره رو انتخاب بکنن، بازرس یا بازرسان رو انتخاب بکنن. حالا تعداد اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان یا اون به اصطلاح وظایفی که براشون تعیین میشه باید در اون مجمع عمومی و در همون به اصطلاح جمعیت اساسی، یعنی اون تمام اعضا باید در موردش فکر بکنن، نه اینکه مثلا من فکر بکنم و دستوری از بالا صادر بشه. شما باید ممکنه مثلا شورای ایرانیان مقیم یک روستا بخواد در مورد اون روستا عبارتهایی رو به کار ببره، فعالیتهایی رو به کار ببره، هیئت مدیره رو مشخص بکنه، بازرس یا بازرسان رو به شکلی مشخص بکنه، تعدادشون رو که بر اساس نیازمندی های اونا باشه. مثلا در جایی که ما مثلا 10 تا ایرانی داریم شما نمیتوانید هیئت مدیره 50 نفری انتخاب بکنید. در جایی که ما مثلا 5 میلیون ایرانی داریم نمیتوانی هیئت مدیره 5 نفره انتخاب بکنی. شما باید بر اساس اون به اصطلاح وزنی که مجمع عمومی داره هیئت مدیره و بازرس بازرسان رو انتخاب بکنی. هیئت مدیره وظیفه اجرایی داره، بازرس یا بازرسان وظیفه بازرسی و به اصطلاح رفع و رجوع شکایات رو داره. یعنی به اصطلاح مجمع عمومی اون جاییه که قانونگذاری در صورت میگیره، پارلمان در واقع. هیئت مدیره جاییه که هیئت دولت درش کار میکنه، یعنی قسمت اجراییات این تشکل رو به عهده داره. بازرس یا بازرسان جای قوه قضاییه رو میگیره که کارش نظارت، هرچند مثلا نظارت ربط به مجمع عمومی هم داره، یعنی مجلس هم حق نظارت داره، ولی بازرس و بازرسان به نمایندگی از مجمع عمومی، به نمایندگی از هیئت مدیره به اصطلاح وظیفه بازرسی و بازرس به اصطلاح گزارش دادن رو داره و وظیفه به اصطلاح نظارت بر حسن اجرای قوانین داخلی و آیین‌نامه‌های داخلی رو داره و حق داره که به شکایت‌ها رسیدگی بکنه. مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در شورا است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشه، حالا در پایین توضیح داده میشه، و به اصطلاح اینا بر اساس نیازمندی ها باید تغییر پیدا بکنه. مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یک بار حداکثر تا پایان سال میلادی تشکیل می شود. برای رسمیت جلسه حضور نصف علاوه یک نفر از اعضا و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. نصف علاوه یک، ببینید اینجا رو من نصف علاوه یک شما میتونید اینو تغییر بدید، مثلا اکثریت نسبی باشه، اکثریت مطلق نباشه. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد، جلسه دوم با فاصله، اینجا من فاصله رو غلط نوشتم، یک هفته تشکیل با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد داشت. بالاخره شما ممکن در دعوت اول همه اعضا نصف علاوه یک شرکت نکنن، ادعی فکر بکنن که تعداد مورد نیاز هستش نیان، ادعی اعتراض داشته باشن نیان. به هر حالت ممکن نصف علاوه یک رو تشکیل نده و مجمع عمومی عادی به اصطلاح مشروعیت جلسات رو، مشروعیت انتخابات رو نداشته باشه. مجمع عمومی فوق‌العاده در هر زمان با تقاضای یک سوم اعضا یا تقاضای هیئت مدیره یا بازرس تشکیل می شود. ما مجمع عمومی عادی داریم که به این شکل و در حالت به اصطلاح در حالتی که در حالت در مرحله اول نصف بلو یک رو نتونه داشته باشه، در مرحله دوم با فاصله دو هفته، با فاصله یک هفته تشکیل و با هر تعداد از حاضران تشکیل جلسه میده. مجمع عمومی فوق‌العاده هم که هر زمانی که با تقاضای یک سوم اعضای مجمع عمومی عادی باشه، اینجا رو باید تغییر داد، یک سوم اعضای مجمع عمومی باید باشه، یعنی اعضای خود تشکل، اعضای به اصطلاح شورا، یا تقاضای هیئت مدیره یا بازرس بازرسان تشکیل میشه. وظایف مجمع عمومی عادی: انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، تعیین خط مشی کلی شورا، بررسی و تصمیم پیشنهادات هیئت مدیره یا کمیسیون‌های تخصصی، تعیین میزان حق عضویت سالانه، تصویب ترازنامه مالی و بودجه شورا، تعیین روش‌های جهت درج آگهی‌ها، دعوت‌نامه‌ها و بیانیه‌های شورا. ببینید اینا جزء چیزایی که من پیش بینی کردم، حالا ممکنه چیزایی باشه که در آینده بیاد، ممکنه چیزایی باشه که الان اینجا ضروری نباشه. مثلا
روش‌های درج آگهی ممکنه مثلا در جایی لازم اینا رو بشه روزنامه‌ای انجام داد، جایی باید به عنوان مثلا پست الکترونیکی باشه مثل ایمیل باشه و شرایط مختلف ممکنه هستش که باشه و اینا بخواد تغییر پیدا بکنه. میزان حق عضویت اعضا برای دوره اول از طرف هیئت مؤسس تعیین میشه. خب این طبیعیه. انتخابات به صورت کتبی صورت میگیرد مگر در مواردی که هیئت رئیسه مجمع عمومی پیشنهاد بدن و با اکثریت تصویب شود. ببینید وقتی که شما مجمع عمومی رو تشکیل میدید، اون مجمع عمومی برای خودش هیئت مدیره ای داره، رئیس هیئت مدیره، یک چند نفری برای شمارش آرا و نظم جلسه و فلان و بهمان. میگه تمام انتخابات باید صورت به صورت کتبی باشه مگر اینکه هیئت رئیسه مجمع عمومی اونجا تشخیص بده که خب نیازی نیست کتبی باشه، ممکنه مثلا 5 نفر 6 نفر در یک شورای محله‌ای باشه و نیاز به مجمع به صورت کتبی نباشه، همه بخون حضوری مثلا دست بلند بکنه. حضور سایر ایرانیان در مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی آزاد است. ببینید ممکنه که عده ایرانی در فنلاند وجود داشته باشن که نخوان عضو این تشکل باشن ولی دوست داشته باشن که بیان در جلسات شرکت بکنن. حضورشون بلا مانع ولی حق رأی ندارن. در صورتی که فرد یا افرادی طرحی جهت اجرا یا بررسی داشته باشن آن را به کمیسیون مربوطه تحویل میدن. ممکنه یک کسی هست طرحی داشته باشه، طرح اقتصادی مثلا، یک شرکتی در ذهنش باشه و فکر بکنه که این شرکت بسیار مهمی خواهد بود، بتونه مثلا کار مثبتی رو انجام بده و اینو بخواد مثلا ازش وام بگیره یا اینکه بخواد با کسی شریک بشه، اینو باید به کمیسیون مربوطه توضیح بده. اینو دیگه قرار نیست به هیئت رئیسی توضیح بده. منی که مثلا از اقتصاد سر در نمیارم قرار نیست در موردمون نظر بدم. اینا باید به کمیسیون های تخصصی برسه و اون کمیسیون های تخصصی نظر بدن و بخوان کمک. مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات اعلام شده به صورت آگهی مکتوب یا پست الکترونی مشابه مجمع عمومی عادی در شرایط زیر تشکیل می‌شود: با درخواست هیئت مدیره یا بازرس یا بازرسان، با درخواست یک سوم اعضای شورا. دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت کتبی، منظور پست الکترونیکیه، و حداقل دو بار حداقل تا سه روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید. باید حداقل دو بار نامه بیاد، چون این مجمع عمومی فوق‌العاده است. بعد حداقل دو بار نامه بیاد، یک بار بیاد، برای بار دوم حداقل سه روز قبل از تشکیلش یادآوری بکنه که مجمع عمومی فوق‌العاده داریم، موضوع مثلا اینه که مردم حضور داشته باشن. مجمع عمومی فوق‌العاده ممکنه مثلا تغییرات بسیار بنیادین رو تو تصویب بکنه، بعد حداقل مشروعیت رو داشته باشه. مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی رو خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. ببینید مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف علاوه یکه، ولی مجمع عمومی فوق‌العاده باید دو سوم آرا رو داشته باشه، یعنی از 90 نفر 60 نفر رو داشته باشه، باید حداقل 66% آرا 67% آرا رو داشته باشه. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه جزء کارهاییه که مجمع عمومی فوق‌العاده انجام میده. یعنی این اساسنامه که الان اینجا داریم اگه قرار باشه تغییری درش صورت بگیره باید در مجمع عمومی فوق‌العاده صورت بگیره، چون مجمع عمومی عادی کارش مثلا رسیدن به کارهای تکنیکی مثلا تصویب بودجه سال آینده، تشکیل هیئت مدیره جدید فلان هست، اونجا خیلی شلوغه و اون شلوغی نمیتونه کارهای بسیار مهمی مثل تغییر اساسنامه رو انجام بده. بررسی تصمیم انحلال یا ادغام در تشکیلات دیگر یا ایجاد اتحادیه با آنها یا تغییر نام شورا. شما ممکنه در یک انتخاباتی بخواد با یکی از احزاب اتحاد بکنید، مثلا احزاب فنلاندی، ممکنه مثلا با یکی از احزاب نشسته باشید به نام ایرانیان مقیم فنلاند نشسته باشی، یک سری حقوق برای خودت به دست آورده باشی، یک سری چیزها رو در قانون تصویب کرده باشی و بخوای براش در انتخابات بعدی حمایت کامل رو مثلا از حزب آ انجام بدی. اینو باید مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب بکنه. هیئت مدیره اینو میبره داخل مجمع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی فوق‌العاده رو تغییر تقاضا میکنه که تشکیل بشه. یعنی باید حد اکثر مشروعیت رو داشته باشه که میخواد با یه حزب ائتلاف بکنه. اگر میخواد مثلا این تشکیلات رو منحل بکنه باید حداقل مشروعیت رو داشته باشه. نمیشه که مثلا یه نفر مدتی عضو مثلا هیئت مؤسس عضو هیئت مدیره باشه بعد بخواد از اونجا میاد بیرون بخواد منحلش بکنه، حق نداره. اینو باید حداقل هیئت مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد این صحبت بکنه. عضو هیئت مدیره یعنی قبل از اینکه دورهشون تمام بشه مجمع عمومی فوق‌العاده حق داره عزلشون بکنه. عزل بازرس یا بازرسان ممکنه
اونجا رشوه‌ای گرفته باشه، کاری صورت گرفته باشه و بخواد این تغییر بکنه، این رو باید در مجمع عمومی فوق‌العاده انجام بدن. سایر وظایفی که در اساسنامه به آنها اشاره شده، من چیزایی رو اشاره کردم در پایین، چیزایی هم هست که ممکنه در آینده بهش اشاره بشه. تفسیر عزل هیئت مدیره یا بازرس، بازرس هم باید به اطلاع مسئولین و افکار عمومی برسه. ببینید شما وقتی که هیئت مدیره جدید رو انتخاب میکنید، هیئت مدیره قدیم رو فسخ کردید، چون اون نمایندگی قانونی شما رو داره، باید این رو به اطلاع دولت فلان مثلا برسونید که آقا ما هیئت مدیره گذشتمون حق امضا نداره دیگه، هیئت مدیره جدیدمون حق داره اینا رو تصدیق بکنه. مجامع عمومی توسط هیئت رئیسی مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشه. ما باید بالاخره برای آینده هم یک چیز داشته باشیم دیگه، یک آرشیو داشته باشیم. مجامع عمومی که تشکیل میشه یک رئیس داره، یک منشی داره که اونا رو مینویسه چیزایی که اتفاق افتاده، دو تا ناظر هم داره که نظارت میکنه به کار اینا و به اصطلاح به انتخابات و فلان و بهمان. تمام اعضای شورا می توانند برای ریاست مجمع عمومی کاندید شوند، به غیر از بازرس یا بازرسان. انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. حالا بعدم توضیح میدم چرا بازرس یا بازرسان نمی توانند جزء هیئت مدیر هیئت رئیسی چیز باشه، مجمع عمومی باشه. تمام جلسات مجمع عمومی هیئت مدیره به صورت آنلاین پخش میشه و ذخیره میشه. حالا من پیش بینیم اینه که پخش و ضبط بشه، ولی ممکنه نظراتی دیگه باشه، من تنها نمیتونم این رو نظر بدم. ولی برای شفافیت کار من پیشنهادم اینه که این به صورت آنلاین هم پخش بشه هم ذخیره بشه. هیئت رئیسه فقط جلسات رو اداره میکند و مانند سایر اعضا حق رأی دارد و حق هیچ گونه وتو یا حق جداگانه دیگه نداره. یعنی هیئت رئیسه که داره مجمع عمومی رو مدیریت میکنه حق وتو نداره، هیچ حق جداگانه ای نداره، فقط نوبت میده و به اصطلاح مدیریت جلسه رو انجام میده. بعد هیئت مدیره، ماده 14 کانون داره هیئت مدیری مرکب از 7 عضو اصلی و 4 عضو علل بدل خواهد. حالا به دلیل اینکه اون قسمت اجرایی خیلی سنگین نباشه، باید تعدادشون کوچیک باشه، تعدادشون کم باشه که بتونن با هم دیگه نزدیکتر بتونن کار بکنن. من اینو تجربه دارم، هرچی تعداد افرادی که در هیئت مدیره هستن بیشتر میشه، متاسفانه ناهماهنگی بیشتر میشه. ما مثلا هیئت مدیره ای که احساس میکنیم خیلی توانمند هست، متاسفانه بیشترین ضرر رو میرسونه. من اینو مثلا در فنلاند تجربه کردم. هیئت مدیره ای که از نظر من ممکنه یکی از بهترین هیئت مدیره هایی باشه که برای یکی از تشکل کردی انتخاب کردیم، یعنی اگه من دستچین میکردم همینا رو هم دستچین میکردم، الان قادر به برگزاری کنفرانس سالانه‌اش نیست، به دلیل اینکه کسی دیگه ای رو نداره بهتر از اینا بذاره. چون کسی دیگه ای رو نداره، داره اساسنامه رو نقض میکنه و نمیکنه و داره یواشاش به سمت دیکتاتوری میره، دیکتاتوری نخبگان. حالا به هر حال این نقدی باشه که من اینجا خارج از موضوع بیان کردم. بعد جلسات هیئت مدیره با حضور 5 نفر از 7 نفر رسمیت داره و با تصمیمات با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. ببینید باید حداقل 5 نفر از 7 نفرشون اونجا باشه. منظور من اینه که تعداد زیادی اونجا باشه. میتونستم اینو 4 بنویسم، ولی 4 چون زوج بود و اونجا ممکن بود 50-50 باشه، اینو فرد کردم و کردمش 7. هیئت رئیسه حد اکثر تا 1 هفته بعد از مجمع عمومی تشکیل جلسه میداد و از بین خود 1 نفر که بیشترین رأی را در مجمع عمومی به دست آورده باشد به عنوان رئیس و به ترتیب رأی خزانه‌دار یا نایب رئیس و منشی یا سخنگو را انتخاب میکنه. در صورت اخراج، استعفا یا مرگ یکی از اعضای هیئت رئیسه، عضو علل بدل که بیشترین رأی را داره باشد جانشین عضو اصلی میشه. ببینید اینجا من پیش بینی اینه که کسی که بیشترین رأی آورده بشه رئیس. شما میتوانید راه دیگه رو پیشنهاد بدید، ولی من بیشتر فکر میکنم حق این باشد که کسی که بیشترین رأی را آورده حق مدیریت را داشته باشه. هیئت رئیسه اول شورا رو تا برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی هیئت مؤسس به عهده داره. بالاخره باید یک کسی اینو مدیریت بکنه تا اولین جلسه برگزار بشه. در صورت که تعداد اعضای حاضر در جلسه عدد زوج باشد، همونطور که قبلا گفتم، در رأی گیری رأی اکثریت و در رأی گیری رأی اکثریت به دست نیاد، یعنی 50-50 باشه، رأی رئیس 2 رأی شمرده می شود. حدود اختیارات اعضای هیئت رئیسی را آیین‌نامه داخلی اساسنامه تعیین می کند. رئیس هیئت رئیسه دبیر کل شورا نامیده می شود. ببین اونجا من 3 تا چیز رو پیش بینی کردم. یکی رئیس هیئت به عنوان
به اصطلاح نخست وزیر یا رئیس جمهور، منشی به عنوان کسی که معاون رئیسه و به اصطلاح تمام صورت جلسات رو باید بالاخره بنویسه بعد از رئیس، حالا یا رئیس باید بنویسه یا باید منشیش بنویسه جانشینش، و جانشینش به این دلیل باید بنویسه که باید در جریان تمام تصمیمات باشه، اگر رئیس اتفاقی براش افتاد، مرد، چه میدونم اتفاقی براش افتاد، نایب رئیس در جریان تمام مسائل قرار گرفته باشه که بتواند جانشین این باشه، یعنی یک شبه نیاد سر کاری که در موردش اطلاع خاصی نداره و بخواد به ضرر برسوندش. و یک نفرم به اصطلاح به عنوان معاونش به اصطلاح به عنوان خزانه داره، به دلیل اینکه خزانه هم دستشه، کار مالی هم دستشه، برای همین نایب رئیسه، چون قدرت مالی در دستشه باید نایب رئیس باشه. و منشی جلسه که منشی به اصطلاح سخنگویه، به این دلیل که منشی بالاخره وقتی که همه چیزا رو می‌نویسه در جریان تمام مذاکرات هستش و این به اصطلاح تمام این مذاکرات زیر دستشه و در جریان موضوع هستش، به همین دلیل سخنگوست. یعنی اگر کسی عضوی از مثلا مدیا بخواد در مورد چیزی صحبت بکنه یا شورا بخواد به عنوان یک تشکل بخواد مثلا موضعش رو بیرون ابراز بکنه، دیگه اینو به عنوان سخنگو اینو اجرا میکنه دیگه، این لازم نیست رهبری تشکیلات بیاد پای تلویزیون رو صحبت بکنه، سخنگو باید این کارو بکنه. بیشتر برای اینه که ما یک نفر رو به صورت چیز نکنیم، بزرگش نکنیم، یه نفر رو مثلا که رهبر هست، سخنگو هست، منشی هست، همه اینا رو باید تقسیم بکنیم بین افراد مختلف که ما به صورت جمعی رهبر بشیم، نه اینکه به صورت فردی رهبر بشیم. هیئت مدیره، رئیس هیئت رئیسه، دبیر کل شورا نامیده میشه. تبصره 7، هیئت مدیره قبلی حداکثر تا 15 روز بعد از مجمع عمومی تمامی اسناد، اموال منقول و غیر منقول شورا رو به هیئت مدیره جدید تحویل میده، باید در عرض 15 روز تسویه حساب بکنه. شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا تا 3 جلسه در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. یعنی کسی که در 3 جلسه حضور نداشته باشد اتوماتیک از عضویت شورا و عضویت هیئت مدیره لغو میشه، به همه هم اعلام میشه که ایشون به دلیل 3 جلسه غیبت پشت سر هم یا اصلا غیر پشت سر هم، غیبت غیر مجاز، ممکنه کسی بیمار باشه، ممکنه کسی مشکل براش پیش بیاد، اونا فرق میکنه، اون موقع از چیز میفته به کسانی که علل بدل هم میان بالا. هیئت رئیسه علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد. فاصله بین دعوتنامه یا تلفن تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل یک هفته خواهد بود. یعنی اگه اولا باید برنامه‌های مشخص ماهانه داشته باشی، شما باید در 12 ماه آینده بدونی که چه روزایی تشکیل جلسه میدی. طرف ممکن جای دیگه کار بکنه، بخواد برای این روزا مرخصی بگیره، شما باید یک سال قبلش اعلام بکنید. این دیگه مثل این تشکلات عشیره‌ای نباشه. 12 ماه قبلش بدونی که چه روزایی جلسه هیئت مدیره هست و در کجا صورت میگیره و بری شرکت بکنی. اگه قرار باشه مسئله حادی پیش اومده باشه، این میشه تغییر پیدا بکنه در آینده. ولی که اگر قرار باشه تغییراتی ایجاد بشه، اونجا میتواند که تقاضای جلسه فوق‌العاده بکنه و حداقل یه هفته قبلش باید به کسایی که جزء هیئت مدیره هستن اعلام بکنه. ماده 15، مجمع عمومی هیئت رئیسه رو برای دوره یک ساله انتخاب میکند. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای 2 دوره متوالی به نمانه است. این میتونه تغییر بدید، میشه کردش دوره 4 ساله و 2 دوره، میشه کردش دوره 1 ساله ولی 5 دوره، شما هر جور خودتون مسئله میدونید. ولی مهم اینه که این سالانه این مجمع عمومی تشکیل بشه، نیروی جوان وارد بشه، مهم اینه. مهم این نیست که درسته یک کار ممکنه سخت باشه، ولی لازمه که ما هر سال یک بار خون تازه تزریق بکنیم به هیئت مدیره. لازم است که هر سال حداقل هیئت مدیره با مخاطبانش بتونه مستقیم صحبت بکنه. در صورت عدم شرکت در دور سوم، شخص میتواند مجددا شرکت در دور دوم
در صورت عدم شرکت در دور سوم شخص میتواند مجدداً انتخاب شود. خب من اینو غلط نوشتم، منظورم اینه که اگه کسی برای دوره دوم خودش کاندید نکرد در دور سوم بتونه، حالا مثلا ممکنه بعد از 5 دوره باشه. موضوع این بود که 2 دوره بیشتر عضو هیئت مدیره نباشه و این هیئت مدیره زود عوض بشه، کسای دیگه بیان، حتی اگر نخبه نیستن بیان یاد بگیرن، اشکال نداره. ما بعد بالاخره یه جای شروع بکنیم دیگه. کسی که میخواد بشه رهبر سیاسی آینده کشور ما یا جامعه ما یا بالاخره بخواد برای فرزندان ما دنیا بهتری رو درست بکنه، در یه جایی باید شروع بکنه به کار کردن و ما باید فرصت رو بهش بدیم و این یکی از فرصت‌هایی که اینجا پیش بینی شده. هیئت مدیره موظف است نتایج انتخابات رو به اعضا و مسئولین مربوطه اطلاع دهد. اعضای هیئت مدیره به عنوان کارمند تمام وقت شناخته میشوند، در مقابل کار خود حقوق دریافت میکنند. میزان حقوق اعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی تعیین میکند. مجمع عمومی میتواند کمیسیونهای تخصصی تشکیل دهد و برای مدیریت آنها از اعضای شورا یا افراد خارج از شورا افرادی را استخدام بکند. ببینید، ما حق عضویت هایی که میدیم در آینده ممکنه با کمک هایی که میگیریم یا حق عضویت هایی که جمع میشه بتوانیم کارهای اقتصادی بکنیم و این کارهای اقتصادی بعدم توضیح خواهم داد. در آینده من در جلسه برنامه قبلی هم توضیح دادم، باید اینا به صورت شرکت هایی باشن و سهامشون بین کسایی که در تولید این تشکیلات، تولید این شرکت نقش داشتن تقسیم بشه. یعنی من فکر میکنم دیگه بس، کافیه و لازم نیست کسی به خاطر رضای خدا کار سیاسی بکنه. کسی لازم نیست دروغ بگه، بگه من هیچ منفعتی ندارم. کسی که اونجا کار میکنه کار میکنه و برای کاری که میکنه باید حقوق بگیره. قرار نیست کسی در راه خدا برای ما کاری رو انجام بده. بسه. من این در راه خدا انجام دادن و این درآمد نامشخص داشتن سیاسیای ما باعث شده که ما به خیلیاشون اعتماد نکنیم. من مثلا به خیلی از سیاسیای اپوزیسیون اعتمادی ندارم. اینا مثلا جلسات کیپ داون و نمیدونم فلان و فلان و فلان و فلان، من نمیتونم برای یه شهر بغل دستی بلیط اتوبوس بگیرم. این همه سمینار و کنفرانس و چیزا رو از کجا میرن؟ واقعیتش این پول از کجا میارم؟ من خیلی از این سیاسیای کرد و غیر کرد رو دارم تعقیب میکنم، نمیفهمم این درآمد رو از کجا دارم. من که نمیتونم برم، من هم در اروپا دارم زندگی میکنم هم دارم کار میکنم، ولی من این همه سمینار و کنفرانس و فلان رو نمیتونم برم، اینا از کجا میرم؟ باید این درآمدها مشخص باشه و این مشخصی درآمدها، حقوق گرفتن اینها باعث میشه که اینا رو پاسخگو بکنیم. ما وقتی که به کسی حقوق میدیم حق داریم ازش کار بخوایم، حق داریم ازش بخوایم که در 2 جلسه پشت سر هم اگه غیبت داشته باشی، 3 جلسه غیبت داشته باشی، شما حق حقوق گرفتن نداری دیگه. تو یه سال ما 12 تا جلسه داریم، شما 9 تا جلسه شرکت بکنی 3 تا جلسه شرکت نکنی لب مرز، ولی 8 تا رو شرکت بکنی 4 تا رو شرکت نکنی حداقل حقوق نباید بگیری دیگه. حداقل به این میگن فساد مالی. حداقل باید اینو یه راهی براش پیدا بکنی. بالاخره این احتیاج به همفکر شما داره، شما هم باید نظر بدین. نظر منه. ماده 16، هیئت مدیره نماینده قانونی شورا بوده و اختیارات آن به شرح زیر است: حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌های شورا، وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها، انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی، تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل از طریق سازش در صورت اقتضا، تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به هر شخص حقیقی یا حقوقی با حق توکل. به طور کلی هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معامله‌ای رو که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول به احسن یا رهن‌گذاری، فک رهن، استقراض و استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد به نام شورا انجام دهد. یه تعداد لغات به اصطلاح حقوقی لازم اینجا به کار برده بشه. من اینو از متون حقوقی درآوردم. بالاخره جزء کارهایی که باید برای اجرا انجام بده. یعنی شما بخوای وکیل باید تعیین بکنی اگه بخوای کار اجرایی بکنی، شما ممکنه با دولت بخوای در دادگاه مواجه بشی باید وکیل داشته باشی، شما ممکنه که کارت به مثلا کارهایی برسه که مجبور بشی که قسمتی از اختیارات تو، حق نمایندگی ملتت رو مثلا، اختیارات حق نمایندگی رو مثلا تفویض بکنی به شخصی که نماینده شماست در مجمع مثلا جهانی نمیدونم فلان. به هر حال
اینا جز کارهایی که شما باید انجام بدید و اینا به این شکل نوشته شده. باید مثلا اصولا باید مثلا شما وقتی به نمایندگی از این تشکل میخواید برید مثلا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت بکنید، باید به نمایندگی از هیئت مدیره به شما یک کتمن یه دونه مثلا نامه داده بشه که آقا شما در این تاریخ در این مجمع در این ساعت شرکت میکنید، حق اینو دارید حق اینو ندارید. بالاخره باید یه چیزی کتمی اونجا باشه و اینو مثلا باید آرشیو بکنیم که در آینده دیگران بدونن که کسی که به نمایندگی از ما مثلا با دولت آمریکا نشست صحبت کرد چه چیزایی رو حق داشت صحبت بکنه و آیا اون صحبتایی که کرد جز اون حقوقی بود که براش تصویب شده یا نه. ببینید بحث سر اینه که ما تاریخ بسیار طولانی در دیکتاتوری داریم و یه مقداری تنبل هستیم در آرشیو. توصیه من اینه که به این شکل بیوشه. حالا شما توصیه دیگه ای دارید لطف بفرمید، میتونیم صحبت بکنیم. تبصره: جز در برابر موضوعاتی که به موجب این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلی اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه شورا دارست. اجازه چیزی غیر از اون چیزایی که باید مجمع عمومی انجام بده مثل تغییر اساسنامه، مثل نمیدونم فلان و بهمان، بقیه کارا رو به دیگه هیئت رئیسه در بین دوتا مجمع عمومی انجام میده. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهد با امضای رئیس هیئت رئیسه، نایب رئیس یعنی خزانه دار و منشی هیئت رئیسه و مهر شورا معتبر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی شورا بعد از تصویب هیئت مدیره قابل اجراست. مجمع دارای کمیسیون‌های تخصصی است که مدیریت آن توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود که اعضای آن می‌توانند از خارج از شورا نیز انتخاب شوند. وظیفه این کمیسیون‌ها بررسی تخصصی مسائل و طرح‌هاست و انواع آن به صلاح دید مجمع عمومی تشکیل می‌شود. مثلا ممکن مجمع عمومی فلان تصمیم بگیره که در مورد یک موضوعی کمیسیون تخصصی درست بکنه، مثلا در مورد مسابقات المپیک زمستانه مثلا بیان. خب اینو ممکن در بین ایرانی‌ها کسی رو که در مورد المپیک زمستانه تخصص داشته باشه پیدا نکنه، باید بره اگر قرار باشه این کار بکنه باید بره از کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون چون اسمش تخصصی باید واقعا تخصصی باشه، باید بره از کسایی که مثلا در این رابطه تخصص دارن استخدام بکنه. هیئت مدیره میتونه مثلا برای مدیرش کسی رو انتخاب بکنه و این کس میتواند هم داخل شورا باشه، میتونه ایرانی باشه، میتونه غیر ایرانی باشه. ما ممکنه مثلا یک شرکت چند ملیتی مثل نوکیا مثلا میگم تأسیس بکنیم و قرار نیست که حتما مدیرش ایرانی باشه، شاید ما یک مدیر غیر ایرانی بخوایم استخدام بکنیم متخصص این کار و بخواد این کار برای ما کار تخصصی اقتصادی انجام بده. لازم نیست که حتما ایرانی باشه، مهم اینه که بتونه کار اقتصادی انجام بده. بازرس یا بازرسان: مجمع عمومی عادی 5 نفر رو به عنوان بازرس، 2 نفر رو به عنوان بازرس علل بدل برای مدت 1 سال انتخاب کنه. این دوتا دوره مثل همه. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است. حالا اینم باید تغییر پیدا بکنه، من فکر میکنم باید 2 دوره باشه یا 3 دوره باشه هر حال. به هر حال چون فرصت رشوه گیری و فرصت گرم کردن جا برای آینده برای چیزی نداشته. یک مثال هست، میگه کسی که از روی صندلی ریاست بلند نمیشه حتما کسافتکاری کرده که میترسه بلند بشه اون کسافتکاری بیرون بیاد. برای همین نباید بذاری که کسی که در ریاست نشسته صندلی رو کثیف بکنه، باید زود جا به جا بشه. حالا در هیئت مدیره و در بازرس باید به این شکل باشه. بازرسان در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از تأسیس برگزار می‌شود، فردی از خود را به عنوان رئیس هیئت بازرسان انتخاب می‌کند. رئیس هیئت بازرسان وظیفه اداری جلسات هیئت بازرسان را به عهده دارد. در هر جلسه یک نفر به عنوان منشی انتخاب می‌شود که وظیفه نوشتن صورت جلسات را دارد. در صورتی که احتیاج به تصمیم‌گیری بود، تصمیمات به اکثریت آرا گرفته می‌شود و قوانین مربوط به تصمیم‌گیری و حضور غیاب بازرسان مانند هیئت رئیس شورا می باشد، یعنی عدم حضور در جلسه به عنوان استفاده طلبی می شود. بالاخره اینا هم باید حقوق بگیرن. حالا نمیدونم نوشتم یا ننوشتم، باید اینا هم حقوق بگیرن و اینا هم باید موظف باشن که در جلسه شرکت بکنن، وقت بذارن، کار تخصصی بکنن، بررسی بکنن، نمیدونم شکایت ها رو بخون بررسی بکنن. به این شکل. وظایف بازرسان ماده 18:
بررسی کلی اوراق مالی شورا و تهیه گزارش برای مجمع عمومی. ببین بازرسان وظیفه دارن تمام کارهایی رو که مثلا مربوط به مسائل مالی هست بررسی بکنن، هر لحظه ای هم که بخوام باید به دفاتر مالی باید دسترسی داشته باشن و اینا رو بتونن به مجمع عمومی راپورت بدن. یعنی هیئت مدیره لازم نیست اونجا راپورت گزارش سال گذشته شو بده، بازرسا هستن که راپورت میدن که آیا اینا در این دوره‌ای که براشون مسئولیت داشتن بر اساس تصمیماتی که مجمع عمومی براشون داده بود پیش رفتن، یعنی اون بودجه ای رو که براشون اختصاص داده شده بود بر اساس اون ریز کار بودجه رفتن جلو، یا یعنی که نرفتن جلو، تخلفی انجام گرفته، اون رو به مجمع عمومی باید گزارش بده. مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره هم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد شورا برای اطلاع مجمع عمومی. گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه شورا. بررسی کلیه انتخاباتی که در شورا صورت میگیرد. بعد مثلا بازرسان اونجا به اصطلاح انتخابات رو به اصطلاح تایید بکنه. سایر مواردی که در اساسنامه به آنها اشاره شده. اینجا نقص داره، من باید اینا رو مثلا باید دوباره تغییر بدیم، به دلیل اینکه مثلا باید آیین‌نامه انتخابات مجمع عمومی رو یه جوری طراحی بکنیم که مجمع عمومی مثلا میگم انتخاب هیئت بازرسان رو چه شکلی داریم انجام میدیم. یعنی اول مثلا باید بازرسان انتخاب بشن، بعد هیئت مدیره انتخاب بشه، یعنی که پس این اگر اینا به این شکل باشه به چه شکلی مثلا انتخابات خودشون چه جوری باید مثلا تهیه بشه، خودشون نمیتونن هم مجری و هم به اصطلاح بازرس باشن در قسمت انتخابات خودشون، باید یه جایی اینجا پیش بینی بشه، یه نقطه ضعفی هست گفتم باید بشینیم با هم فکر بکنیم. تفسیره کلی کارهای مربوط به انتخابات رو برای بار اول هیئت مؤسس به عهده میگیره. خب این قسمتی کلیه اسناد و مدارک شورا اهم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره شورا باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار بگیرد. انتخابات مربوط به بازرسان یا هیئت رئیسه مجمع عمومی اینجا پیش بینی کردم. انتخابات مربوط به بازرسان رو هیئت رئیسه مجمع عمومی نظارت برگزار می‌کند. اوکی. هیئت رئیسه شورا باید گزارش سالانه خود را حداقل 2 هفته قبل از مجمع عمومی عادی و 3 روز قبل از مجمع عمومی فوق‌العاده برای بازرسان باید به صورت کتبی ارسال کنه. ببینید باید یک راپورت اعلام بکنه، این راپورت باید حداقل اگه مجمع عمومی عادی هست 2 هفته قبلش و اگر فوق‌العاده است چون فوق‌العاده گفتیم سریع باید انجام بگیره، حداقل 3 روز قبلش باید برای بازرسان فرستاده بشه که اینو فرصت بررسیشو داشته باشه. فصل 4 بودجه و مواد متفرقه. ماده 19 بودجه شورا از جمع‌آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، فعالیت اقتصادی و نیز حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. درآمد هزینه‌های شورا در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی توسط هیئت مدیره جهت بررسی به مراجع قانونی ذی‌صلاح در این موضوع ارائه می‌شود. باید حداقل مثلا به اداره مالیات فنلاند ارائه بشه. کلیه دفاتر مالی شورا در مواقع مراجعه ماموران مالیاتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. کلیه کارهای حسابداری شورا توسط حسابداران قانونی فنلاندی انجام می‌گیره. حالا ممکنه ایرانی باشن ولی بر اساس قوانین فنلاند دارن کار میکنن. سال مالی شورا منطبق با سال میلادی است و همواره به پایان سال میلادی ختم می‌شود. این برای ایران ممکن سال شمسی باشه. اگه مثلا نمی‌دونم شورای ایرانیان مقیم چیزی داشته باشه. ببخشید به هر حال تلفن اومد مجبور شدم که قطعش بکنم. سال شورا که گفتیم سال میلادی هست، ببینید ممکنه مثلا شوراهای ایران مثلا بر اساس این اساسنامه، من هر کی دوست داشته باشه میتونه با درج این که حداقل منبعش رو اعلام بکنه میتونه برای هر گروه صنفی دیگه از این اساسنامه استفاده بکنه. این ممکنه مثلا برای اساسنامه یک عده از مثلا میگم تبریزیای مقیم مهاوات هم بخوان یک همچین چیزی درست بکنن، ممکنه اونجا یه مقدار تغییرات داده بشه. تفسیر 3. هر سال درصدی از درآمدهای شورا صرف سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود و نصف سهام شرکت‌های تأسیسی در سال به اعضای شورا منتقل می‌گردد.
درصد سرمایه گذاری را مجمع عمومی تعیین می‌کند برای رعایت عدالت بین اعضای شورا. عضوگیری شورا سالانه یک بار و 15 روز نخست ماه ژانویه انجام می‌شود و در پایان سال مالی کسانی که در طول سال حق عضویت پرداخت کردند می‌توانند این سهام‌ها را مالک شوند. ببینید، فرض رو برای این گرفتیم که ما 100 هزار عضو داشته باشیم و هزینه‌ای که داریم با درآمد 1000 تاش مثلا با حق عضویت 1000 تاش بشه جبران بشه. ما اون 99,000 تا رأیی که در آینده خواهیم داشت، اون تجمع سرمایه‌ای که خواهیم داشت، از لحاظ من دور از انصاف است کسی که مثلا 6 ماه عضو تشکیلاتی شده که سابقه 60 ساله داره و 60 ساله داره پول جمع میکنه بیاد و در اون به اصطلاح همون حق را داشته باشه. من همون بر اساس همون تعریفی قبلش در عضو در تابعیت کشور فنلاند رو توضیح دادم، در این قسمت هم باید بهش به این شکل اشاره بکنیم. به اصطلاح پیشبینی من این است که مقداری رو، اون مقداری که مجمع عمومی خودش تعیین میکنه، مجمع عمومی اعلام میکنه که مثلا درآمدش رو میدونه چون تراز مالی رو داره تعیین میکنه، داره بودجه سالانه رو تعیین میکنه، میدونه که چقدر میتواند سرمایه گذاری بکند. مثلا ممکنه به ایرانیا وام بده و درصدی از سهام اون شرکت ها رو مثلا به عنوان سهام خودش انتخاب بکنه. فرض میکنیم به یک شرکت مثلا ساختمانی 1,000,000 دلار وام میده ولی 10% سهام اون شرکت رو میخره با این 1,000,000. فرض میکنیم به این شکل. اگر به این شکل هستش، اون موقع است که ما به اصطلاح باید آخر سال قسمتی رو، یعنی 50% از شرکت هایی رو که سال گذشته ما به دست آوردیم رو حداقل بین کسایی که در سال گذشته فعالیت داشتن، حق عضویت دادن، بین اونا تقسیم بکنیم. یعنی ثروت این تشکل رو باید بین به اصطلاح اعضای تشکل تقسیم بکنیم. ما این رو متاسفانه در بیشتر فعالیت های منطقه شرق داریم، فی سبیل الله فکر میکنن دارن کار میکنن، ما اینو در غرب کم داریم. در غرب مثلا زن و شوهر هم اگه از هم جدا میشن حق مشاع دارن، برابر دارن در اموال خانه. شاید تمام روز رو مرد کار کرده باشه، البته در اروپا این شکلی نیست، زنها هم بیشتر از مردها اگر کار نکنن کمتر از مردها کار نمیکنن، ولی به هر حال حق مشاع دارن. شما باید کسایی رو که امسال حق عضویت دادن با کسایی که پارسال هم حق عضویت دادن یک تفاوتی بینشون باشه دیگه. اونایی که پارسال هم حق عضویت دادن باید مثلا یک درصد بیشتری از سهام رو حداقل مال پارسال رو داشته باشه. این پیش بینی من به این شکله، برای اینکه حق ضایع نشه. حالا اینجا غلط املایی زیاد داره، شما بعداً حلش میکنید، یعنی خود سهام غلط نوشته شده. کلیه مدارک رسمی شورا و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی شورا نگهداری می‌شود. مکاتبات رسمی شورا به امضای هیئت رئیسه و غیاب او نایب رئیس و مهر شورا معتبر خواهد بود. مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت، امضا و نگهداری می‌شود. باید آرشیو باشد. شما باید اونجا مثلا توضیح داده باشید به چه دلیل دارید این سهام‌ها رو به این شکل پخش می‌کنید مثلا. بعد اونجا باشد به صورت مکتوب. ماده 22، محل شورا باید به اطلاع عموم برسد. اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع مسئولین برسد. مادامی که دو شرط بالا اجرا نشود، استفاده از آن معتبر نخواهد بود. شما باید مکانتون رو و مشخصاتتون رو هم به دولت هم به اعضا اعلام بکنید. شورا دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که با تصویب هیئت مدیره تهیه و استفاده می شود. هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم شورا مسئولیت قانونی دارد. کلیه اسناد شورا به دو زبان فارسی و فنلاندی تنظیم می شود. در صورت اختلاف متن، در صورت اختلاف اینجا ویرگول لازم داره، متن فارسی ارجحیت قانونی داره. چون ما به زبان مادریمون فارسی یا به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم، بالاخره ارجحیت با زبانیه که ما میفهمیم، چون داریم در مورد ما صحبت میکنیم، در مورد کسان دیگه صحبت نمیکنیم. در صورت انحلال شورا، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت تصویه انتخاب و هیئت تصویه موظف است. پس از ادای دوین و وصول مطالبات شورا نسبت به واگذاری املاک، با تصمیم مجمع عمومی به نفع اعضا اقدام نماید. یعنی ممکنه بعد از 10 سال نیاز به این شورا نماند، بخواید اینو فسخ بکنید. اون موقع یک سری ممکن است سهام‌هایی، ممکن است یک سری اموالی جمع شده باشه و اینو باید مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم بگیره که بین
اعضا چجوری به نفع اعضا به چه شکلی داره تقسیم میشه. شاید مثلا ما اینجا یک دانشگاهی رو در نظر بگیریم مثلا میگم و تمام اموال رو هدیه بکنیم به اون دانشگاه، این جزء وظایفیه که اون هیئت تصفیه بر اساس مجمع عمومی فوق العاده بهش داده میشه. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اعمال خود را جهت بررسی به مرجع قانونی ارسال نماید. یعنی باید اول مدرکی داشته باشه که چی باید انجام بده و بعد از انجام دادن باید جفتشون رو برای مرجع قانونی بفرسته که اگر کسی شکایتی داره بتونه بره شکایتش رو ارائه بده. این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 25 ماده و 39 تبصره در تاریخ 12/1/2024 توسط من تهیه شده و هیئت مؤسس، خب من هنوز به هیئت مؤسس ایران نکردم چون با کسی صحبت نکردم، اینو فعلا برای شما اینجا گذاشتم. اگر موافقتی کردید، دوست داشتید که صحبت بکنیم، با همدیگه بشینیم صحبت بکنیم، و اگر هم نظری دارید برای زیاد کردن لطف بفرمایید و کمک بکنید که ما این برنامه بتوانیم پایان بدیم به شکل مناسب. دست شما درد نکنه، امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید.